با سلام و درود خدمت بینندگان محترم تلویزیون آریا من رضا هوشمند هستم کارشناس مسائل مالیاتی و مالی با یکی دیگر از برنامه گفتار هفته در خدمتتون هستم برنامه این هفته اختصاص داره به بررسی تغییرات سیاست های سیستم بانکی کانادا و اثرات اون در مالیات اشخاص که بهتر خودتون بهتر میدونید سیستم مالیاتی سیستم بانکی کانادا به دلیل جلوگیری و مهار قیمت های ملک و مشکن در کانادا سختیری های بیشتری رو از حدود یکی دو سال پیش شروع کردن و اعمال کردن بر بحث دادن وام که یکی از موتورهای متحرک محرک سیستم ملک و مسکن در کانادا هست این گذاری ها به نوعی اعمال شد که دیگه اون دارایی های خارج از کانادا رو و اعلام اون رو که قبلا توصیه میکردیم به دوستان قویا بسیار زیاد اثر داره در امتیازگیری برای گرفتن وام و واجد شد شرایط شدن برای گرفتن وام امروز دیگه کمتر اون امتیازات به اون حد وجود داره اما همچنان اظهار دارای های خارج از کانادا برای شخصی که متقاضی وام هست با عدم اظهارش امتیازات بیشتری رو برای شخص به وجود میاره و قویان توصیه میشه که اظهارات شما برای دارای های خارج از کانادا همچنان ادامه داشته باشه چون شما رو بیشتر امتیازات بیشتری رو شاملتون میکنه برای گرفتن وام برای خرید ملک و مسکن سیستم بانکی کانادا همونجور که اکثر دوستان احتمالا اطلاع دارن برای افراد جدید الورود که تا پنج سال از ورودشون به کانادا میگذره امتیازی رو قائله که بعضی از بانک هنوز دارن که 35 درصد پول پیش و دان پیمنت به قول معروف بیشتر احتیاج نداره که احتیاج ندارن که بگذرن و در چنین شرایطی اصلا به درآمد افراد در طی این سالهای اولیه نگاه نمیکنه سیستم بانکی و اونها رو واجد شرایط میدونه برای گرفتن وام برای اخذ ملک و, خرید ملک و مسکن این یکی از امتیازات بزرگیش که قویا توصیه میشه اکثر دوستان از دست ندن خصوصا اینکه همونجور که اکثر مهاجرین شاهد هستند هزینه های ملک و مسکن یکی از عمده ترین هزینه های زندگی برای افراد در کاناداست بنابراین تبدیل این هزینه به فرصت برای سرمایه گذاری یکی از هنرهای اکثر مهاجرین هست در برنامه های گذشتم اشاره کرده بودیم که یکی از درستترین اقدامات هر شهروندی که وارد کانادا میشه این هستش که خودش رو محروم نکنه از این امتیاز و خرید ملک و مسکن که شروع کننده خط گرفتن خط اعتباری و اعتباراتش هست خصوصا برای ما ایرانیا که از یه جامعه میایم که تورم خیلی گسترده ای توی کشور خودمون هست و اینجا دسترسی به پول ارزون سیستم بانکی یکی از اهداف اکثر مهاجرین میتونه باشه بنابراین متاب بر اثر این تغییرات دیگه باید الان افراد درآمدهای های بیشتری رو اعمال اعلام کنند تو سیستم بانکیشون نه اینکه فقط اتکاب دارایی های خارج از کانادا داشته باشند یعنی اگر شخصی اون پنج سال رو از دست داد باید درآمدهای های بیشتری رو اعلام کنه تو سیستم مالیاتیش که همچنان واجد شرایط باشه یعنی مهم نیست اگر پنج سال از دست داد اما بهاش این هستش که درآمد بیشتری باید اعلام کنه و به طب مالیات بیشتری هم بده که بتونه واجد شرایط باشه برای عقص همون وامی که توی پنج سال اول فقط میتونست با اعلام داراییها و واجد شرایط باشه و با فقط و پرداخت 35 درصد پول بقول من پیش پرداخت این واجد شرید بودن رو حفظ کنیم نتیجه ای که میگیریم در انتهای بحث این هستش که دوستانی که تا زیر پنج سال از حضورشون در کانادا میگذره حتما از این امتیاز 35 درصدی سعی کنن استفاده کنن و دارایی های خارج از کاناداشون رو همچنان اعلام کنن توی مالیاتشون برای اینکه درست مثل گذشته امتیاز خیلی خیلی ویژه‌ای تلقی نمیشه اما به هر صورت امتیازی است که بهتر از اعلام نشدنش است و چنانچه از پنج سال گذشت و از این فرصت پنج ساله نتونستن استفاده کنند درآمدهای بیشتری رو اعلام کنند که بتونن همچنان واجد شرایط باشن برای اینکه اگر تصمیمشون به زندگی در داخل کانادا به صورت تصمیم دائمی و دراز مدت هست قویا توصیه میشه که تبدیل این هزینه های سنگین و کمشکن ملک و مسکن رو به فرصت سرمایه گذاری از دست ندن خیلی ممنون سپاسگزارم از توجهتون با برنامه های در برنامه آتی در خدمتون بیشتر خواهیم بود Thank you.